رادیو ری را سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه از کما که در آمدم زندگیم زیباتر شد این عنوان یادداشتی است به قلم مایک ماریانی که در اوت 2022 در وبسایت وایرد منتشر شده و ترجمان آن را در اسفند 1401 با ترجمه محمد حسن شریفیان منتشر کرده است. من کوسر یوسفی هستم. سوفیا پپ و خانوادهاش برای کسانی که تازه از دست رفته بودند آینی داشتند. هر وقت یکی از آشنایان فوت می کرد، او به همراه برادر و اموزاده هایش دست جمعی با خود رو به رودخانی کوکسیلا می رفتند. جایی که یک ساعت با خانهشان در ویکتوریا واقع در ایالت بریتیش کلمبیا فاصله داشت. آنجا در آبهای زلال و یشمی رنگ شنا می کردند و میگذاشتند جریان آب آنها را به بستر نرم رودخانه ببرد و به درخت بومی آربوتوس خیره می شدند که تنی قرمز رنگش همچون پوست مار چین و چروک داشت. صوفی، دختر نوزده ساله شیرین و خجالتی که چشمانی خاکستری آبی و پوستی ککومکی داشت، پس از فوت مادر بزرگش به برادر کوچکترش اموزادش امیلی و یکی دیگر از دوستانشان پیوست تا با ماشین به سمت شمال جزیره بریتیش کلمبیا حرکت کنند. اول سپتامبر 2014 بود. سر راه کنار یکی از شعب مجموعه رستوران های تیم هورتونز نگه داشتند تا قهوه و صبحانه بخورند. این آخرین چیزی است که سوفی از آن روز به خاطر دارد. حدود چهل و پنج دقیقه پس از آن توقف، امیلی که رانندگی می کرد، آیس کافیش را ریخت. این باعث شد حواسش از رانندگی پرت شود و کنترل فولکس واگن گلف خود را از دست بدهد. خودرو چند بار به این سو و آن سو کشیده شد تا در نهایت در در ای در آن سوی جاده وارونه شد. از بین چهار سرنشین خود رو، صوفی بیش از همه آسیب دیده بود. مسئولین اورژانس در سر صحنه تصادف بر اساس مقیاس کمای گلاسگو به هوشیاری او نمره شش دادند که نشانگر ضربه مغزی شدید است. او را در حالی که بیهوش بود با عجله به مرکز ترومای بیمارستان عمومی ویکتوریا بردند و پزشکان و پرستاران عملیات نجات را شروع کردند. یک هفته بعد او از کما بیرون آمد. هفته دوم دوری نقاحت صوفی در بیمارستان با اتفاقات عجیبی همراه شد. تنها چند روز پس از آنکه مهارت‌های ارتباطی ابتدایی خود را بازیافت، شروع کرد به مکالمات طولانی یا عمیق با کسانی که در اطرافش حضور داشتند. مادرش جین آن روزها را چنین به خاطر می‌آورد. یک روز یک جمله حرف زد و کمی بعد در مورد همه چیز بدون وقف صحبت می‌کرد. سوفی از کارکنان می‌پرسید چند سال دارند. آیا فرزند دارند و جالب ترین بیمارانشان چه ویژگی هایی داشتند؟ او بدون زحمت می توانست تبادلاتی صادقانه و از ته دل با دستیار پرستاران بخش داشته باشد. یک روز صبح به همراه مادرش با رادیولوژیست ملاقات داشت تا در مورد امارایی که چند روز پیش گرفته بود صحبت کنند. او شروع کرد به سوال پیچ کردن رادیولوژیست. آیا آسیبی به مخش وارد شده است؟ آیا افمارای گرفته شده است؟ آیا تالاموس، فورنیکس و پل مغزی هم آسیب دیدند؟ رادیولوژیست مکسی کرد و مختصرا ابروهای درهم و چشمان تیزش را به سمت جین، مادر صوفی گرداند. بعد دوباره به صوفی نگاه کرد و پرسید: تو این چیزها را از کجا می دانی صوفی؟ چند روز قبل از این ملاقات، صوفی پدرش را مجاب کرده بود تا از کتابخانه چندین کتاب عصبشناسی شناسی امانت بگیرد. پس از اینکه کتاب‌های علوم اعصاب و آناتومی اعصاب به دستش رسید، آنطور که خودش به یاد می‌آورد، تمام شب را به خواندن آنها پرداخت. جین می‌گوید: صوفی در تمام عمر دختری نسبتاً درونگرا و محتاط بود. ولی با گذر زمان در بیمارستان از این حالت فاصله گرفت. وقتی یکی از پرستاران به داخل بخش عصب شناسی رفت و هر اتاق را با نوارچسب رنگی علامت زد، صوفی مخفیانه و با بدجنسی همه نوارچسب ها را کند. یک شب، پس از اینکه بیشتر بیماران خوابیدند، او به بالای تختشان رفت و تاریخهایی را که روی تخت سفید نوشته شده بود به 24 دسامبر تغییر داد. یکی از کارشناسان دستگاه امارای موقعی که صوفی داخل دستگاه بود گفت که میخواهد عملی به نام چرخش پروانه را انجام دهد. او هم در جواب گفت اینکه هلیکوپتر نیست پس زر نزن. به نظر صوفی یکی از جراحان اعصاب که به بخش سر میزد جذاب بود بنابراین به محض دیدنش به او پیشنهاد دوستی داد او با جدیت تمام از یکی از پزشکان تیم درمان پرسید که آگاهی در کجای مغز قرار دارد جین اینطور به خاطر می آورد. او واقعا واقعا اجتماعی شده بود و صوفی نبود که قبل از آن می شناختیم. پزشکان صوفی معتقد بودند ضربه مغزی عملکردهای اجرایی او از جمله کنترل بازداریش را تحت تأثیر قرار داده است. نتیجهش آدمی شده بود که بازدارندگی کمتری داشت، کسی که آزادانه عمل می کرد، با حرارت حرف می زد و مستقیم و با جسارت به دیگران نزدیک می شد. به نحوی که خود گذشتهش هیچگاه چنین چیزی را تصور هم نمی کرد. این مسخ شدگی تنها محدود به نحوه ارتباط او با دیگران نبود. صوفی طی یک ماهی که در بیمارستان عمومی ویکتوریا اقامت داشت، احساساتی تر از قبل شده بود. دختری که در بیشتر دوران نوجوانی با صبات تلقی می در سپتامبر آن سال به سرعت جوش می آورد، دوچار تغییرات خلقی زیادی میشد و به گریه های شدید می افتاد. با توجه به اینکه ضربات متعددی به نواحی عمیق مغز او وارد شده بود، آشکارا آدم دیگری شده بود. جوانی ساکت و آسانگیر یک هفته بیهوش بود و وقتی بلند شد، آدمی پرحرف، متلاطم و غیرقابل درک شده بود. البته که او همیشه همون سوفیا پپ، فرزند جین و جیمی، متولد دوازده دسامبر 1994 باقی می ماند. با سرگذشتی واحد در 20 سال گذشته. ولی گاهی اینطور به نظر می رسید که گویا سوفی پپی که همه می با بدلی کاریزماتیک و دمدمی مزاج عوض شده است. به گفته جین مثل این بود که فرزندمان را از دست داده باشیم ولی تصویر فیزیکی او همچنان زنده بود و باید میفهمیدیم او چه کسی است نوار تداوم خود صوفی برای همیشه پاره شده بود زندگی در کالبد کسی که پس از تصادف متولد شده بود او را دچار بحران هویت کرده بود اول اکتبر دقیقا یک ماه پس از بستری شدن در بیمارستان مرخصش کردند و او به خانه دو طبقه گچندود پدر و مادرش در ویکتوریا برگشت. تقریبا به محض بازگشت به خانه زندگی غیر یک نواخت و غیر قابل پیشبینی خارج از بیمارستان برایش به طرز غیر قابل تحملی پریشان کننده شد. بخشی از مغز صوفی که مسئول فیلتر کردن محرک ها بود، شدیداً بر اثر ضربه مغزی آسیب دیده بود. در نتیجه، او اضافه بار حسی دریافت می کرد. صوفی در این باره می گوید، انگار هر چیز جزئی، هر صدا یا تصویر یا احساس مغزم را بمباران می کرد. صوفی روز به روز سرخورده تر می شد و نمی فهمید چه اتفاقی رخ می دهد. بنابراین شروع به تحقیق کرد. طولی نکشید که اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به آنچه در بیمارستان دریافته بود در مورد ضربه مغزی به دست آورد. صفحات اینترنتی، مقالات برخط، آمار، مطالعات علمی. او دریافت حتی آنهایی که ضربه مغزی معمولی می شوند، نقصهای فیزیکی و ذهنی دائمی پیدا می کنند و برخی از این نقص ها به اندازه شدید است که مانع کار کردن آنها می شود. تعداد قابل توجهی از افراد ضربه مغزی شده پنج سال پس از حادثه می گفتند حالشان بدتر است و این افراد به طور متوسط در برابر تشنج، عفونت و سایر بیماری ها آسیب پذیرتر بودند. تحقیقاتی که بر پیشاگهی بلند مدت ضربه مغزی تمرکز کرده بودند، از این هم ناامید کننده تر بودند. صوفی در حالی که پشتش را به بالش تکیه داده بود و در گوگل جستجو می‌کرد، فهمید که به گفته چند مقاله در نشریه های علمی، آدمهایی که ضربه مغزی متوسط تا شدید شده بودند، امید به زندگی کمتری داشتند. ضربه مغزی صوفی جایی بین این دو بود. از آن بدتر مطالعاتی بودند که به رابطه بین ضربه مغزی و بهره هوشی پرداخته بودند. در یکی از تحقیقات، محققان مطالعه کنترل شده ای را طی بازه ای چند ساله انجام داده بودند و دیده بودند ضربه مغزی معمولا تا آخر عمر بهره هوشی آدمها را پایین میآورد. برای صوفی که همیشه به هوش خود میبالید این ناراحت کننده ترین یافته بود. فکر اینکه دیگر نمیتواند به دانشگاه برود شکنجه اش میداد. سرانجام به آخر خط رسید. پس از هفته ها بدبینی و شک به خود به تنها راهی رسید که او را به جلو می برد. نتیجه گیری های علمی را نپذیرفت. خودش میگوید، یکی از ترس‌های شدیدم این بود که دیگر نتوانم کاری کنم. واقعا میخواستم به خودم نشان دهم که میتوانم. پزشکان صوفی معکدا توصیه کرده بودند که باید دو سال منتظر بماند تا به دانشگاه برود. آنها هشدار داده بودند رفتن به دانشگاه زودتر از این زمان میتواند برایش غیرقابل تحمل باشد. صوفی این توصیه ها را غیرقابل قبول میدانست. در ماه دسامبر بدون اینکه به کسی بگوید در دانشگاهی محلی در دو کلاس مقدماتی روانشناسی و شیمی ثبت نام کرد. کلاس ها از ژانویه شروع می شدند. حدود چهار ماه پس از تصادف او. در کمال تعجب همگان او در درسهایش بسیار موفق بود. صوفی فهمیده بود می کنترل استرابش در مورد تکالیف مقاله ها و امتحان ها را در دست بگیرد و در نتیجه در هر دو درس بهترین نمره را گرفت. این موفقیت چشمگیر او را برانداشت داشت تا در دو کلاس تابستانی در دانشگاه ویکتوریا ثبت نام کند. در یکی از اولین جلسات کلاس جدید روانشناسیش که در اتاقی تشکیل میشد که در آن میزهای برنگ بش همچون نعل اسب جایگاه را احاطه کرده بودند استاد مشغول توضیح این بود که آسیب به لوب پیشانی مغز چطور بر رفتار تأثیر میگذارد صوفی ساکت و آرام نظارگر تصادف جالبی بود که پیش آمده بود استاد در مورد این صحبت می کرد که چطور تغییر عملکردهای اجرایی در این اشخاص منجر به تغییر حس شوخ می‌شود. می شود. او برای انتقال بهتر منظورش لطیفه‌ای در مورد افتادن ساعت مچی معمولی که ضد آب نیست به داخل آب تعریف کرد و گفت این لطیفه فقط برای افرادی با مزه است که دچار آسیب در لب پیشانی هستند. کلاس در سکوت کامل بود که ناگهان صوفی از خنده روده بر شد. خنده بلند و غیر قابل کنترل. به نظر صوفی ساختار عجیب لطیفه محشر بود. آسیب دیدگان لوب پیشانی گاهی پدیدهی به نام ویتزلزخت در آلمانی به معنای اعتیاد به لطیفه را گزارش می کنند. که در آن نتیجه گیری ها،, ها و سایر ساختارهای تکخطی با مزه به نظر می رسد. این در حالی است که تواناییشان در درک سایر انواع شوخ دست نخورده باقی می ماند. ولی آنچه حقیقتا او را منفجر کرد وضعیت سورئالیستی ناراحت کننده ای بود که این موقعیت داشت او در این باره می گوید، خیلی زایه بود که در میان صدها دانشجو یک نفر داشت به این شدت به لطیفه بیمزه می خندید. او در حالی که حالت جدی و در فکر فرو رفتیگ همکلاسیهایش را می دید، از کلاس بیرون رفت تا خود را جمع و جور کند. احساس می کرد لو رفته است. استادش، بدون آنکه بداند چنین شخصی در کلاس است به شکلی معماگونه هویت و تفاوتهای عصب شناختی او را برای همکلاسیهایش فاش کرده بود اگر میکوشید خود را متقاعد کند که علائم ضربه مغزی تأثیر چندانی بر تجربهاش در دانشگاه ندارد این اتفاق کاملا خلاف آن را نشان میداد صوفی در هر دو کلاس بهترین نمره را گرفت ولی ترم پاییز که به عنوان دانشجوی تمام وقت علم عمومی وارد دانشگاه ویکتوریا شد، حجم کاری زیاد قافلگیرش کرد. تنها چند روز پس از شروع کلاسها داشت دور خودش میچرخید. ذهنش از کنترل خارج شده بود، بدنش فرو پاشیده بود، استرابش سر برآورده بود و افکارش خواب شبش را رو بوده بودند. او همان تمرین ها، همان تکالیف و همان جزئیات را بارها و بارها بازبینی میکرد در حالی که مغزش وارد چرخه ای شده بود که روز به روز بیشتر تحلیل میرفت. رفت. نوعی کمالگرایی سیری ناپذیر دامنش را گرفته بود و در آستانه اختلال وسواسی جبری بود. مشخص شده است ضربه مغزی برخی مدارهای عصبی را که در اختلال وسواسی جبری دخیلند تحت تأثیر قرار می دهد. از جمله مدارهای موجود در ناحیه زیرقشری پیشانی. گاهی وحشت طوری بر او غلبه می کرد که دست و پایش بیهست و لبانش سرد و کبود می شد. حالت راه رفتنش در خانه و دانشگاه به قدری خشک و بدون انعطاف بود که گویی لباس بازدارنده مخصوص بیماران روانی به تن دارد. جین درباره آن روزها می گوید او از نظر شناختی به قدری تحلیل رفته بود که چهرهش بی حالت بود و به ندرت حرف می زد. می دانستیم که واقعا حالش خوب نیست. رنگ به چهره نداشت و نحیف شده بود. یک شب که خانوادهاش برای صرف شام گرد آمده بودند، صوفی سعی کرد عمق عذاب روانیش را بازگو کند. استرابش اغلب آنقدر شدید میشد که احساس می کرد کس دیگری آن را تجربه می کند. او گفت انگار تغییری سریع در ادراکش رخ می دهد و این احساس را به او میدهد که انگار از زاویه دید فرد دیگری به خودش نگاه می کند. او همچنین در مورد نظریه ناراحت کننده ای که به ذهنش رسیده بود صحبت کرد. اینکه گاهی به این باور می رسد که هنوز در کماست. جایی در کف زیر زمین بیمارستان. و روزها در حالت ناهوشیاری زندگی می کند و زیرکانه ادای بیدار بودن را در می آورد. وقتی حرفهایش تمام شد، خانوادهش با چشمان سنگین و کنجکاف سکوت کردند تا آنچه را که شنیده بودند پردازش کنند. پدر و مادرش که هر دو پزشک بودند دریافتند او دوره های مسخ شخصیت که به آن مسخ واقعیت هم گفته می شود را تجربه می کند. علامتی جدی در روان پزشکی که در آن فرد از واقعیت خودش جدا می شود و به واقعی بودن جهان اطرافش شک می کند. کسانی که ضربه مغزی می شوند، ریسک بالاتری برای دچار شدن به این حالت دارند. صوفی به روان پزشک مراجعه کرد و به تجویز او شروع کرد به مصرف یکی از داروهای SSRI با دوز پایین. نوعی از داروهای ضد افسردگی که غالباً به بیماران ضربه مغزی داده می شود. خوشبختانه این دارو به سرعت اثر کرد. طی یک هفته، صافی شبها چند ساعت میخوابید و استرابش کم شد. ولی مشکلاتش در دانشگاه ادامه یافت. به هر دری زد تا این تصور را رد کند که ضربه مغزی هوشش را کم کرده است و پشت سر هم نمرات عالی می گرفت. او فکر می کرد موفقیت در دانشگاه ثابت می کند آسیب مغزی تأثیر منفی بر توانایی های شناختیش نداشته یا اینکه او توانسته اثرات منفی را خونسا کند. ولی این طرز نگاه به درسهایش باعث شد، بهبودی، شادکامی و عزت نفس او همگی تحت تأثیر عملکرد تحصیلیش قرار گیرند. در ماه مه 2016 پس از یک سال تحصیلی متلاطم در دانشگاه ویکتوریا، صوفی موقعیتی پژوهشی را در یک آزمایشگاه علوم اعصاب در دانشگاه مکگیل واقع در مونترال پذیرفت. حجم کاریش در آنجا به اندازه سال تحصیلی قبل نبود. با گذشت دو سال از تصادف، بهبودش به طرزی استثنایی خوب پیش رفته بود. بیشتر توانعی های فیزیکیش را باز یافته بود، به طوری که نه تنها می به تنهایی راه برود، بلکه می در باشگاه سخر نوردی کند. با خود فکر کرد شاید این زمان مناسبی باشد برای کنار گذاشتن داروی ضد افسردگی SSRI که مدتی مصرف می کرد. تنها چند روز پس از قطع دارو، صبحها ساعت پنج بیدار می شد و دیگر خوابش نمی برد. استرابش هم دوباره شدت گرفت و به طرزی وسواسگونه شروع کرد به کندن پوستش. اختلالی که به آن پوستکنی گفته می شود و بیشتر در افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری دیده می شود. یک لحظه وارد دستشویی کم نورش میشد تا ادرار کند و لحظه بعد در چند سانتیمتری آینه با دقت یک جراح با جوش صورتش ور می رفت. دوره های مسخ واقعیت هم برگشته بودند. هر کسی را که برای اولین بار میدید دید می ترسید ساخته ی خیالاتش باشد. توهماتی برخواسته از ذهنش که دیگر اعتمادی به آن نداشت. وقتی با اعضای جمعیت بیخانمانهای خانمان های منترال صحبت می کرد، نمونه ای از برونگراییش پس از ضربه مغزی، واقعیت عینی وجود آنها را زیر سوال می برد. از آنجا که داخل خیابانها و ایستگاه های مترو میلولیدند و آبران به آنها بیاعتنا بودند، هیچ مدرکی به جز ادراک خودش نداشت که نشان دهد آنها واقعا وجود دارند. بیشتر این علائم کاملا هم غیر منتظره نبودند ولی چون مصرف SSRI را قطع کرده بود و دیگر سروتونین اضافه ای در مغزش جریان نداشت اثرات غیر ای را تجربه می کرد. بیشتر جستجوگر و, و پرسشگر شده بود. افکارش ناخواسته به سمت پرسش هایی مهم درباره ارتباط بین ضربه مغزیش و درکی که از خود داشت کشیده میشد. دغدغش دق روشن کردن مرز بین خود قبلیش و خود فعلیش شده بود و به این فکر میکرد که نظر چه کسی خودش یا دیگران درباره این مرز مهمتر است. برایش سوال شده بود که او چه نقش و عاملیتی در پیدایش خود فعلیش داشته است. چهارم ژوئیه تقریبا شش هفته پس از قطع مصرف دارو در دفترچه خاطراتش نوشت فکر می کنم تصادف و آسیب های پس از آن مرا به این واداشت که خودم را به عنوان فردی با آسیب مغزی تعریف کنم. این برچه از محدودیت هایی برایم به همراه آورد. باعث شد از ناشناخته ها بترسم و این احتمال را بدهم که از چیزی که بودم کمترم. صوفی تصمیم گرفته بود در دو ماه اول اقامتش در مونترال به کسی چیزی در مورد آسیب مغزیش نگوید. امیدش این بود که اگر جلوی دیگران عادی جلوه کند، به خودش هم ثابت می شود که بهبود قابل توجهی پیدا کرده است. وقتی به بعضی از دوستانش درباره مشکلش گفت، آنها متعجب شدند، ولی نگاهشان به او عوض نشد. صوفی میگوید آنها میگفتند آه این داستان جالبی است ولی انگار متوجه تاثیر آن بر روان من نبودند صوفی از دیدن موفقیت خود در مخفی نگه داشتن وضعیتش احساس افتخار میکرد هر فردی که پس از شنیدن ماجرای ضربه مغزی شدن او متعجب میشد شاهدی بود بر اینکه او سالم و رو به پیشرفت است و هیچ تفاوت قابل ملاحظه با بقیه آدم های 21 ساله ندارد. او در دفترچه خاطراتش دائما با مفهوم هویت شخصی دست و پنجه نرم می‌کرد و می این معما را حل کند که وقتی میپذیرید بخشی از شخصیت و منش آدم تحت کنترل شانس و موقعیت است، هویت شخصی چه معنایی دارد؟ صوفی آدمها را نه در طبق بندی های منظم و سلسل مراتبی، بلکه پرتلاطم و مواج همچون اقیانوس تعریف می کرد. او در دفترچه خاطراتش اینطور می نویسد. موج همواره در حرکت است و با خود آب و مواد جدید می آورد و با ما هماهنگ است. با اینکه جریان همیشه وجود دارد، در کوتاه مدت ثابت است ولی در طولانی مدت می تواند تغییری عظیم کند تا جانوران مختلفی را در خود جای دهد. در اینجا حس می کند که حقیقت هویت شخصی هم چنین چیزی است. سیال قابل تغییر در هر زمان و بیشتر تحت تأثیر احتمالات بینهایت طبیعت تا خود درونی. آسیب دیدگی صوفی جنبه درک ناشدنی دارد. مسخره است که او چطور بیهوش شد و یک هفته بعد در حالی بیدار شد که آدمی کاملا متفاوت شده بود. انگار قصه پریان یا کابوسی واضح است نه واقعیتی زندگی نامه ای. او سرانجام با احساساتی دست و پنجه نرم می کرد که چنین اتفاق مهیبی می تواند برانگیزد. اینکه چطور می تواند اصول بدیهی جهان شمول درباره هویت شخصی منسجم و خود پیوسته و مستمر را که همه قبول دارند زیر سوال ببرد. هرچه بیشتر این مفاهیم را واکاوی میکرد، بیشتر حس می کرد ماهیت زودگذر و موقتش را آشکار کرده است. او روایت های تسلا بخش مورد قبول دیگران را اوریان کرده و حقیقت های ناراحت کننده را می پوشند. او می نویسد با توجه به مدل شخصیتیم، صرفا مجموعه ای از امیال و ادراکات هستم که بر اساس ورودی هایی که دریافت می کنم، عمل می کنم. صوفی آرام آرام دید که واقعیت وجودش بسیار متفاوت از قبل از تصادف است. کسی که با استیصال می کوشید به آن برگردد، ذهنش، توانایی هایش، نیرویش، تعادلش پشت ترکیب متغیر علائمش پنهان نشده بود. وقتی داشت آماده برگشت به خانیشان در ویکتوریا میشد به تدریج تعریف تازه ای از بهبودی را پذیرفت. تعریفی که در آن به جای اینکه عادی بودن ایدئال باشد، تغییرات دائمی در کنار رشد شخصی وجود دارد. او فهمید که سعی داشته داستانی را که خودش درباره بهبودش ساخته برآورده کند. آدمها این غریزه را دارند که از چالش برانگیزترین تجربیات زندگیشان نوعی ارزش یا اهمیت عمیق استخراج کنند. این غریزه پاسخی سازگارانه است که احتمالا مدتها پیش شکل گرفته است. صوفی در این باره به من گفت: ما دوست داریم معنا پیدا کنیم. سعی می کنیم معنا بسازیم. سعی می کنیم روایتی بسازیم که برایمان قابل درک باشد و جور در بیاید. ممکن است حقیقت نداشته باشد و ایرادی هم ندارد چون به همین شکل کار می کند. وقتی فجایع زندگیمان را پاره پاره می کنند، برای اینکه هدف و انسجام خود را بازیابیم، نیاز داریم با یک عنصر مشترک جدید قصه هایمان را به هم وصله بزنیم. ولی آدمهایی مثل صوفی که زندگی جدیدی را تجربه می کنند، اغلب به تغییراتی که از سر گذرانده اند و شرایطی که به آنها تحمیل شده است، با تردیدی عمیق می نگرند. احساساتشان سرشار از تناقضات، کشمکش درونی و ابهام‌های های است. زندگی درونی ما در ماهها و سالهای پس از وقایع فاجعه بار زندگی می تواند تغییرات غیرمنتظره ای کند. وقتی تجربه ای بخش زیادی از معماری و دورنمای وجود هر روزهمان را پاک می کند، منظری درون درونمان که اکنون از هر آنچه زمانی با اشتیاق منعکس می کرد توهی شده است به روش های خو می گیرد. مدتی ناراحت و پادارمان شهری است ولی در نهایت سمر بخش است. سال دوم دانشگاه هم متاسفانه بسیار شبیه به سال اول شروع شد. با شروع کلاس ها استراب صوفی هم فوراً زیاد شد. جنبه های غیر تحصیلی زندگیش همچون میوه های نچیده پلاسیده شد. تمرکز پولادین و عزم او برای گرفتن مدرک کارشناسی و سپس شروع بدون وقفی دکترا باعث شد همکلاسی‌هایش هایش لقب استاد کوچک را به او بدهند. او برای گرفتن نمرات دلخواهش، بدن، ذهن و سلامت عقلش را گرو گذاشته بود. زمستان بعدی، صوفی با دانشجوی ناشنوا در دانشگاه ویکتوریا وارد رابطه شد. آنها در انجمن دانشجویان معلول آشنا شده بودند، جایی که سوفی ابتدا به عنوان رابط تشکل و بعدها رئیس فعالیت می کرد. آنها یک سال با هم بودند و این تجربه برای صوفی متحول کننده بود دیدن کوهی از مشکلات که او هر روز در دانشگاه با آن مواجه بود از ناتوانی در شنیدن حرف استاد تا برقراری ارتباط با استاد از طریق تعداد کمی مترجم چشمان صوفی را بر این باز کرد که چطور دسترسی مزیت و توانایی فیزیکی راه موفقیت علمی افراد را به شیوه های گوناگون هموار می کند. بعدها، وقتی از طریق دوستش با جمعیت بیشتری از ناشنوایان ویکتوریا آشنا شد، موانع اجتماعی بر سر راه او را به چشم دید. ناشنوایان ویکتوریا سطح گسترده ای از فقر و بیسوادی و به هاشی رانده شدن اجتماعی را تجربه می کردند و نرخ زندانی شدنشان به طرز نامتناسبی بالا بود. برداشتی که صوفی برای مدتها از هوش و ارزش داشت، فرو پاشیده بود. مشاهده عینی اثرات نظاممند سالمگرایی به اون نشان داد افکارش چقدر اشتباه بوده است. در نتیجه رابطه ای که با درسش داشت تغییر کرد. در سال چهارم تحصیلش در دانشگاه ویکتوریا داشت از قید کارهای دانشگاه رها میشد. به لحاظ هیجانی داشت از درسهایش فاصله می گرفت و شروع کرد به زیر سوال بردن بلند پروازی بلند مدتی که زمانی برای تبدیل شدن به یک پژوهشگر علمی داشت. او میگوید وقتی فکر یا تصور می کنم پژوهشگر شوم، بخشی از من میخواهد مرا تعمیر کند و بخش دیگرم از تغییراتی که مغزم کرده وحشت زده است. دارم سعی می کنم راه حلی برایش پیدا کنم چون خیلی از آن می ترسم. صوفی در جوان 2020 مدرک کارشناسیش را در رشته روانشناسی زیستی گرفت. در پاییز همان سال شغلی پاره وقت در انجمن دانشجویان معلول دانشگاه پیدا کرد در حالی که فقط 26 سالش بود. مهمترین معضل در بازافرینیش از خود تغییرات چشمگیری بود که در ادراکش به وجود آمده بود. پس از آنکه تجربیاتش باعث شد نسبت به حسها و شناختش بیاعتماد شود و بدترین وضع هویتش را آشکار کند به تجسم دیگری از خود رسید. او میگوید: باورم را به این مفهوم که هویت دارم از دست دادم و از چیزهایی که در اطرافم هست معنای زیادی دریافت می کنم. بیرون آمدن پرندگان، رشد قارچ بارش باران، پدیدار شدن دود. من فقط یک شاهدم، شاهدی بر هر چیز زشت و زیبایی که اتفاق میافتد. این ساختاردهی مجددی بود در دیدگاهی که به جهان داشت. دیدگاهی که بدون چشم بستن بر کسی که قبل از سوار شدن به فلوکس واگن گلف در آن صبح سرنوشت ساز سپتامبر بوده، نوید این را میداد که به هر آنچه از سر است احترام بگذارد.